نمایشگاه بخشی دیگر از فعالیت‌های کمتر دیده شده ی این جوان 37 ساله است. این تابلوها و نقاشی‌ها به نوعی منشأ اولیه طرح‌های برند نیما نیست. نیما بهنود را با طرح‌های لباسش می‌شناسند و برند نیمانی. خیلی زود به این نتیجه رسیدم که تابلوهای من نمیتونه بیاد از تو قالب خودش بیرون و مثلا هنرپیشه‌های خارجی رو جلب کنه طرف خودش. بنابراین به مرور زمان تمام این تابلوها اومد روی لباس که اولین باری بود که اصولاً خطوط خوشنویسی فارسی استفاده شده بود روی برای نقش بستن روی پارچه و لباس. نیما بهنود پیش از آن که یک طراح مد باشد، گرافیستی است در تلاش برای شناساندن فرهنگ و هنر ایران به جهان. در واقع برگشتم به همون تمرین‌های اولیه خودم روی کاغذ و روی بوم با چاپ سیلک و کارهای دستی روش که این تعادل رو حفظ کنم. در واقع این یه چیز کاملا شخصی بود برای من، چون من از روز اول علاقه من نبودم یه بیزنس به این صورت داشته باشم، ولی وقتی این پیش اومد بدون کنترل من، تنها راهی که میشد تعادلش رو حفظ کرد این بود که من هنوز اون تجربه هنری اولی رو یه جوری واسه خودم گوشه نگه دارم، که در واقع این کارهایی بود که الان من 2 ساله تصمیم گرفتم اینا رو بیارم بیرون و به عموم نشون بدم. کارهایش تلفیقی است از مکتب سقاخانه و پاپ آرت. به خصوص یکی از هنرمندای مکتب سقاخانه و پایه‌گذارش آقای زنده‌رودی تاثیر بیشترین رو من گذاشته، چون از خیلی سنین کم کاراشو میدیدم و همیشه احساس میکردم که خب این کارا میمونه برای یک عده آدمایی که علاقه به هنر دارن یا کلکسیونرن یا خریداری کارهای هنری میکنن، ولی هیچ وقت نمیاد روی عموم مردم عادی. من همیشه اونو نگاه میکردم و فکر میکردم که خب این تابلو الان اگه پارچه میشد یه لباس ازش میدوختن چی؟ اگه اینو یکی توی اسکار میپوشی چی؟ نیما بهنود در تابلوهایش معمولاً از رنگ‌های زنده و شاد بهره می‌گیرد و در کنار حروف و گاه اشعاری از نسخ خطی، مهرها و نشانه‌هایی از دوره قاجار در کارهایش می‌توان یافت. دوره قاجار رو من کارهای هنریش و بعضی‌هاش البته بهش علاقه‌مندم، به خاطر اینکه تحت تأثیر شدید بودن از هنر فرانسه اون زمان. حتی تمرهای زمان قاجار نصفش فارسیه نصفش فرانسه است و تمام نقاشی های دورش، یعنی یک کسی اون موقع زمان قاجار داشته یه جوری فکر میکرده که من یه قسمتی از اون هنر رو بگیرم، یه قسمتی هم از این رو بگیرم ادغام کنم، که این خیلی اتفاق مدرنیه که اون زمان میافتاد و منم بنابراین علاقه پیدا کردم به اون طرح‌ها. من احساس میکنم که هر جایی توی تاریخ هنری ایران سعی شده باشه که این هنر رو برای غیر ایرانی عرضه کنن جالب میشه. نزدیک به 1 دهه فعالیت در دنیای مد سبب شده تا نیما بهنود حتی در تابلوهای نقاشیش هم از رنگ و بوی پارچه و پوشاک غافل نباشد. یه روی لباس، یعنی این هی بیفته اینجا، اینجا در واقع جایی هم هست، اینا بیاد پایین. من معمولا رنگی رو استفاده میکنم که توی ساخت لباس هامون هم استفاده میکنیم. این رنگ خیلی رنگ متغیریه و نتیجه نهاییشو نمیشه کنترل کرد و به نظر من این یک چیز خیلی جالبی اضافه میکنه به هر قطعه، به خاطر اینکه تا ساعت آخری که داریم روش کار میکنیم رنگا در حال تغییر کردنه. توی دنیای مد وقتی یه چیز تک به وجود میاد و برای یه کسی به تنش دوخته میشه، در واقع هوت کوتور هست، اون یه دونه است، بقیه چیزها ریدی تو وره و به تعداد انبوه درست میشه. من یک جورایی تصمیم گرفتم که هوت کوتور لاین ما کارهای نقاشی من باشه، یعنی دیگه حالا تو این زمان اینا قرار نیست تن کسی بری برمیگرده میاد روی تابلوها، برای همون به صورت تک نگرش میدارم و تک بودنشون هم از لحاظ ترکیب رنگی و پوزیشنشونه و بعضی از سکرین ها تکرار میشه ولی رنگامیزی تغییر میکنه، ادغامش با چیزهای دیگه فرق میکنه.
نمایشگاه نقاشی های نیما بهنود در پاریس در گالری نیکولا فلامل با استقبال علاقمندان این هنرمند و هنردوستان پاریسی روبرو شد. این سومین نمایشگاه از آثار نیما بهنود پس از نیویورک و دبی است و این هنرمند امیدوار است که بتواند نامش را در هنرهای تجسمی هم همچون مد تثبیت کند. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.